نام خداوند لوح و قلم حقیقت نگار وجود و عدم خداوندی که داننده رازهاست سرآغاز سراغاز همه آغاز هاست عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز سنف هشتم و درس زبان و ادبیات دری خوش آمدید دوستان به ایستگاه دوازدهم رسیدیم جلسه امروز ما عنوانش راز موفقیت است در, در حوزه دستور زبان میپردازیم در یک مفهوم جدیدی تحت عنوان زمیر دوستان عزیز قبل از اینکه وارد بحث شویم کانال ارتباطی ما را فراموش نکنید 2964 780 255 40 دوستان عزیز و گرامی به جلسه جدید خوش آمدید خب شاگردای عزیز قبل از اینکه وارد جلسه جدید شویم درس جدید شویم کار خانگی جلسه قبل را با هم مرور میکنیم خب کار خانگی جلسه قبل گفته بود که برای فعلهای متعدی و مجهول مثال بیاورید اگه خاطر دوستان باشد در جلسه قبل در مورد فعل توضیح دادیم گفتیم که یکی از اجزای اساسی که در جمله همیشه باید موجود باشد فعل است و فعل است و فعل گفتیم فعل در لغت به معنای کار کردن است و در اصطلاح فعل در واقع یکی از اجزای جمله است که نشان دهنده انجام یک کار در یک زمان مشخص است حال او زمان میتواند زمان ماضی گذشته باشد می تواند زمان مضارع یا زمان حال باشد و میتواند زمان مستقبل یا آینده باشد که هنوز صورت نگرفته است حالا این فعل را برای شما توضیح دادیم گفتیم که فعل به دو دسته تقسیم میشد یا افعال ما افعالی هستند که معلوم هستند در مقابل مشهول فعل معلوم فعل است که فاعل و کننده آن آشکار باشد واضح باشد در داخل جمله موجود باشد در مقابلش جمله ای است که در واقع فعل مشهول دارد فعل مشهول فعل است که دارای چیست دوستان در داخل جمله موجود نیست چی موجود نیست فائلش کننده ای کار موجود نیست نمیدانیم که چه کسی ای کار را انجام داده در مقابل این تقسیم بندی فعل معلوم مشهول فعل لازم و متعدی هم داشتیم فعل لازم فعلی بود که در واقع در داخل جمله فقط به فائل نیاز داشت به فائل نیاز داشت و در مقابلش فعل متعدی بود که علاوه بر فائل یک جزء دیگری نیز در داخل جمله ضرورت پیدا میکرد و او جز چیزی نبود جزء مفعول حال میخوایم برای شما مثال بزنیم برای روشنتر شدن مسئله میخوایم مثال بزنیم برای چی؟ برای فعل های متعدی و فعل های مشهود اول گفتیم فعل متعدی دوستا درسته؟ فعل متعدی گفتیم فعل متعدی به اون فعلی گفته میشد که در داخل جمله علاوه بر فائل به مفعول هم نیاز پیدا میکرد ماننده چی؟ مانند میگویم که میگوییم به طور مثال احمد شیشه را شکست احمد شیشه را شکست این در واقع جمله جمله است که دارای فعل متعدی است نگاه کنید دوستان فعلش فعل متعدی است چرا فعلش متعدی است چون ما جمله ای داریم که علاوه بر فائل که احمد باشد یک جزء دیگری هم داریم که اون مفعول جمله ماست و او شیشه است در این جمله نگاه کنید این می شود یک چی؟ یک فعل متعدی برای این جمله در مقابل گفته بودیم که فعل مشهول یک فعلی داریم به نام فعل مشهول فعل مشهول چیست؟ فعل مشهول و او فعل گفته شد که در داخل جمله دوستان در داخل جمله کننده او فاعل مشخص نیست نمیدانیم چه کسی کار را انجام داده جمله بالا را میخوایم دوستان مشهول کنیم چی میگوییم؟ میگوییم که شیشه شکسته شد شکسته شد میشود چی دوستان؟ میشود فعل مشهول شیشه شکسته شد کی شیشه را شکست؟ تو میدانی شیشه را کی شکست؟ تو میدانی شیشه را چه کسی شکسته است؟ نمیدانی چون نمیدانی که شیشه را چه کسی شکسته است پس این جمله یک جمله مشهول است فعل جمله ما هم فعلی مشهول است چیکار کردیم جمله بالا را که گفته بودیم احمد شیشه را شکست به طور مشهول بیان کردیم همون فعل بالای رو دوستان پایین آورده ایم از مستر شدن کمک گرفتیم و در واقع یک فعل مشهول ساختیم خب دوستای عزیز به بخش اول وارد شویم بخش اول ما موفقیت است عنوان درس ما امروز دوستان راز موفقیت است یکی از مسائلی که امروزه بسیاری از انسانها به دنبال او هستند به دنبال ای هستند که موفق شوند کامیاب شوند پیروز شوند در همه مراحل زندگی خود برخی از افراد برای پیدا کردن یک شغل مناسب به موفقیت میرسند برخی از افراد برای بدست آوردن نمره و کامیابی در امتحانات موفق می شود برخی برای شرکت کردن در امتحان کانکور به دنبال موفقیت هستند همه آدمها در مراحل زندگی خود در حوزه موفقیت فعالیت میکنم. حالا میخوایم بدونیم که این کلمه موفقیت چیست که همه انسان ها به دنبال او هستند. میگوییم موفقیت یعنی دستیابی به آرزو، کامیابی و رسیدن به هدف را گویند. این میشه تعریف موفقیت پس تعریف موفقیت شاگرد عزیز است که شما برای کامیابی برای رسیدن به یک هدف همواره جستجو کنید تلاش کنید این هدف او مطلوب معدوم است که همه انسان ها به دنبال رسیدن به او هستند هر انسانی در آرزوی دستیابی و موفقیت است هیچ انسانی نیست که در داخل زندگی خود یک آرزو نداشته باشد هیچ انسانی نیست که در زندگی خود به دنبال کامیابی نباشد هیچ انسانی نیست که در زندگی خود به دنبال به دستیابی و دستیافتن به هدف خود در زندگی نباشد همه انسان ها همه افراد اهدافی دارند آرزوهایی دارند کامیابی دارند که برای رسیدن به او همیشه تلاش میکنن همیشه سعی میکنن که به این موفقیت دست پیدا کنند. برخی انسان ها به موفقیت میرسند، برخی هم نه ای در واقع دوستان ای روزگار است هر زمانی اگر نگاه میکنیم میبینیم که برخی از افراد در زندگی و روزمره خود انسان های موفقی هستند، انسان های سعادتمندی هستند، با تلاش با کوشش با ممارست به او هدفی که میخواستن رسیدن و میبینیم برخی انسان ها به او موفقیت به او هدف به او کامیابی که هدفشان بوده است نرسیدن بس حالی میخواییم ببینیم که چرا چرا چنین چیزی اتفاق میفته چرا برخی موفق هستن برخی ناموفق هستن پاسخ ای سوال دوستان این مفهوم است مفهوم چی؟ مفهوم شناخت راز موفقیت اگر شما رازهای موفقیت را بدانید مراحل او را تی کنید حتما هم شما یکی از او افراد موفق در زندگی خود هستید اگر راز موفقیت را ندانید مراحلش را نشناسید از موفقیت دیگر خبری نیست خب حالی میخواییم دوستان رازهای موفقیت را برای شما بیان کنیم. رازهای موفقیت هر انسانی با یک دیگر دوستان متفاوت است. همه افراد دارای رازهای مشترک موفق نیستند. برخی این رازها ممکن است مشترک باشد، برخی ممکن است نامشترک باشد. حال شما باید پیدا کنید که برای رسیدن به موفقیت خود از کدام مراحل، از کدام رازها باید پرده بردارید. حالی ما چند نمونه رو دوستان برای شما بیان میکنیم در اسلاید اولی چیست دوستان اولین راز موفقیت برنامه ریزی است برنامه ریزی را تحت عنوان پلانگذاری از یاد میکنن همه انسان برای رسیدن موفقیت همه انسان که موفق بوده شاید عزیز همه انسان که در زندگی خود در کار خود در تحصیل خود در تمامی مراحل زندگی خود موفق بودن هایی بودن که دارای برنامه بوده که برنامه رو تحت اونان پلان از یاد میکنیم پلانگذاری برنامه ریزی یکی از مراحل بسیار بسیار اساسی در حوزه موفقیت است اگر میخواهید موفق شوید حتما برنامه داشته باشید حتما تر داشته باشید کسانی که بدون تر کسانی که بدون برنامه وارد یک کار میشود در او کار شکست میخورد در او کار پیروز نمیشود مرحله دوم منابع است شما باید منابعی که برای رسیدن به موفقیت نیاز ضروری شماست اهمیت دارد را باید بشناسید این منابع دو دو نوع است یا منابع منابع مالی است یا منابع منابع انسانی است که در اسلاید بعدی به طور کاملا مبسوط برای شما توضیح میدهیم بعدی دوستان راز بعدی تشخیص اهداف است میگوییم که انسان برای رسیدن به موفقیت باید هدفهایی را که دنبال میکند تشخیص دهد شمایی که یک شاگرد هستید شمایی که شاگرد سنف هشتم هستید هدف شما در این مرحله از زندگی چی؟ کامیابی در امتحانات ای سنف است برای کامیابی برای موفقیت برای رسیدن به این هدف باید برنامه داشته باشید برنامه درسی روزانه خود را مشخص میکنید برنامه کاری خود را مشخص میکنید منابع خود را تشخیص میدهید شناسایی میکنید و بعد از اینکه هدف را تشخیص دادید حرکت میکنید سعی میکنید تلاش میکنید و تصمیم راسخ میگیرید دوستان اولین قدم اولین دوستان حرکت شما اولین گام شما در حوزه موفقیت باید چی باشد عزم راسخ باشد تا زمانی که اراده نکنید تا زمانی که نخواهید شدنی نیست جمله مشهوری که میگوید ما میتوانیم دوستان یعنی اراده ما میتوانیم هیچ کاری در دنیا نیست که انسان انجام نتواند بدهد همه کارها همه افعال همه کارها را دوستان میتواند انسان انجام دهد زمانی که اراده داشته باشد زمانی که چی ازم راسخ داشته باشد ازم پولادین داشته باشد اینها را دوستان با داشته باشید تا دا بتوانید موفقیت را درک کنید و نکته آخر دوستان سعی و تلاش است همیشه میگوییم از خدا برکت از تو حرکت زمانی که شما حرکت نکنید زمانی که تلاش نکنید زمانی که سعی نکنید موفقیت حاصل نمیشود همیشه در طول تاریخ نشان داده که یک موفقیت در سایه تلاش و سعی حاصل شده خب شاید عزیز در اسلاید قبلی گفتیم که یکی از رازهای موفقیت انسان ها چیست این راز راز منابع است که شما باید تشخیص دهید خب شاگردان عزیز در اسلاید قبل گفتیم که یکی از رازهای موفقیت انسان ها چیست ایست که منابع را بشناسند منابع موفقیت یکی از نیازهای اساسی یکی از رازهای مهم و اصلی موفقیت هر انسان است خب ما به طور کلی دوستان دو و منبع داریم منبع اول ما منبع مالی است منبع دوم ما منابع بشری است منابع مالی یعنی چی؟ یعنی شما اگر میخواید یک کاری را یک شغلی را آغاز کنید نیازمند به ایست که پیسه داشته باشید پول داشته باشید ثروت داشته باشید این منابع را در اختیار داشته باشید بر اساس این منابع بر اساس خرج کردن این منابع می توانید به یک سرمایه مشخص دست پیدا کنید یا در یک زمینه کاری موفق باشید یا در واقع منابع بشری داشته باشید منابع بشری نیز یکی از ارکان مهم حوزه منابع است دوستان منابعی که شما در اختیار دارید چه بسا مهمتر از منابع مالی منابع بشری است حال این منابع بشری یعنی چی یعنی نیروها یعنی پرسونل یعنی شخصیت هایی که در واقع دارای چیست دارای تخصص است دارای مهارت است امروز هم که بسیاری از شرکت هایی که بین المللی هستند در واقع تقسیم کار شده یک سری از افراد هستند که صاحبان پول هستند، صاحبان سرمایه هستند سروت های بسیار کلانی دارد ولی این افرادی که ثروت کلان دارد برای افزایش ثروت خود به دنبال افرادی هستند که بتوانند با ثروت آنها، با پول آنها، با پیسه آنها کار کنند خب پس میبینیم کسایی که در واقع دوستان نگاه کنید کسایی که ثروتمند هستند در, در یک شرکتی در یک شرکت بین المللی یک رئیس وجود دارد که این رئیس برای اداره شرکت نیاز به یک مدیر است خب مدیر کیست؟ مدیر کسی ممکن است که منابع مالی را در اختیار نداشته باشد ولی مهارت داشته باشد ولی تخصص داشته باشد ولی کسی باشد که توانایی اداره یک شرکت بین المللی را داشته باشد این افراد یعنی رئیس و مدیر با هم شراکت میکند کار میکند و یک شرکت را اداره می کند برای انجام این کار به نیروهای ساده نیمه ماهر متخصص تمام ماهر نیازمند هستند پس نگاه کنید دوستان برای موفقیت در حوزه منابع ما دو نوع مهارت و, و دو نوع منبع دوستان باید داشته باشیم منابع مالی و منابع بشری منابع هستند که همواره به همدیگر متصل هستند هر زمانی که موفقیت حاصل می شود زمانی است که تناسب بین منابع مالی و منابع بشری اتفاق بیفتد خب شاگردای عزیز وارد بخش دستور زبان شویم در حوزه قواعد دستوری امروز میپردازیم در یک مفهومی تحت عنوان زمیر خب زمیر چیست؟ زمیر کلمه است که در گفتار و نوشتار برای جلوگیری از تکرار جانشین اسم شود نگاه کنید دوستان بگوییم پس زمیر چیست؟ زمیر یک کلمه است که در داخل یک جمله می آید حال او جمله می تواند گفتاری باشد می تواند نوشتاری باشد در داخل جمله ذکر می شود و هدف از آوردن همین کلمه زمیر چیست؟ به خاطر است که ما از تکرار اسم جلوگیری کنیم چرا؟ چون وجود یک اسم تکرار چندین باره یک اسم در داخل یک جمله باعث نازیبایی باعث زشتی جمله می شود به خاطر که از این نازیبایی به خاطر که از این زشتی جمله در گفتار و در نوشتار جلوگیری کنیم زمین را جانشین اسم می کنیم مثال بزنیم ما چی دوستان هما رفت در حالی که او نباید می رفت کنید دوستان هما رفت در حالی که او نباید می رفت کلمه او در این جمله در واقع چیه دوستان ای می شود زمیر زمیری که به جای چی آمده؟ به جای کلمه هما به جای اسم دختری به نام هما آمده جمله بعدی سعدی، فردوسی و رودکی از جمله شاعران هستند آنها آثاری را از خود به ارث گذاشتن خب نگاه کنید کلمه آنها که در این جمله به کار گرفته شده این میشه از زمیر خب این زمیر است که به جای چی به کار رفته به جای سعدی به جای فردوسی و به جای رودکی به کار گرفته شده یک نکته دوستان نکته میگوید که اسمی که زمیر برای جلوگیری از تکرار آن آورده میشود را چی میگویند مرجع زمیر پس نگاه کنید هر وقت ما یک زمیر را به جای یک اسمی به کار گرفتیم او اسمی که این زمیر به جای او آمده است او را میگوییم مرجع زمیر چرا چون زمیر در او رجوع کرده در او برگشت خورده به طور مثال در جمله گفتیم هما رفت در حالی که او نباید میرفت هما میشه و چی دوستان مرجع زمیر چرا چون کلمه او ده هما برمیگشت دیگه چون او به هما برمگشت کلمه هما و اسم هما میشود مرجع زمیر ای جمله ما حال میتواند زمیر به صورت مفرد دوستان نگاه کنید مرجع زمیر میتواند به صورت مفرد باشد و میتواند به صورت جمع هم بیاید مانند دو جمله دوم وقتی میگویم سعدی فردوسی و رودکی و در قبال میم زمیر آنها را به کار میبریم نگاه کنید دوستان سعدی فردوسی و رودکی همه سه شاعر هستند سه شاعر که جمع است دیگه حالی که زمیر جمع بسته میشود شود این زمیر در مرجع خود که برمیگردد مرجع زمیر دیگر مفرد نیست بلکه مرجع زمیر یک مرجع جمع است چرا چون بیشتر از دو نفر است سه نفر در واقع شاعر رو ما اینجا ذکر کردیم که این مرجع زمیر در واقع به او کلمه که زمیر است یعنی آنها برمیگردد و اشاره میکند خب حالی دوستان میگویم زمیرها در زبان دری چند نوع است نگاه کنید دوستان زمایر به طور کلی زمایر چندین نوع دارد که ما میخواییم از این انواع چند مورد را برای شما مثال بیاوریم که یکی از این زمایر دوستان به طور کلی میگویم زمایر ما سه دسته داریم یا زمایر زمایر شخصی هستن یا زمایر زمایر اشاره هستن و یا هم زمایر زمایر چی دوستان مشترک هستن اولین زمیر که دوستان ما از تحت عنوان زمایر شخصی یاد میکنیم زمایر هستن که ما زمایر منفصل و متصل تقسیم میکنیم پس زمایر شخصی دو نوع است یا زمیر منفصل است و یا هم متصل است خب حالی زمایر منفصل را دوستان برای تان شماریم زمایر بسته به ای که مفرد باشد دو یا جمع دو نوع است پس یا زمایر مفرد هستند و یا زمایر زمایر جمع باشد خب حالی زمایر که مفرد و جمع هستند خود دارای سه نو شخص هستند شخص اول شخص دوم و شخص سوم خب زمایر اگر بگوییم دوستان نگاه کنید بشود من تو او این زمایر زمایر مفرد هستند، من تو او زمای... نگاه کنید دوستان زمیر من به خود گوینده برمیگردد زمیر تو به مخاطب برمیگردد زمیر او به شخصی که در واقع در این جمع حاضر نیست و غایب است به او شخص برمیگردد حالا اگر زمایر ما زمایر جمع باشد شخص اولش می شود ما شخص دومش می شود شما و شخص سومش می شود آنها یعنی به طور کلی اگر پشت سر همین زمایر را بگوی میشه چی دو ساعت من تو او ما شما آنها نگاه کنید این میشه شش شخصی که در حوزه زمایر از او یاد کردیم و این زمایر رو تحت اونها زمایر منفصل میگوییم چرا؟ چون این زمایر در داخل جمله وقتی ذکر میشود به هیچ کلمه ای دوستان به هیچ کلمه ای نمیچسبد متصل نمیشود و میرسیم به اسلاید آخر اسلاید آخر کار خانگی جلسه آینده شما را مشخص میکنه مرجع زمین را در متن زیر مشخص کنید زمین را توضیح دادیم مرجع زمین را توضیح دادیم هر یک را برای شما مثال آوردیم دوستان حال میخواییم که شمایی که در واقع درس امروز شما در حوزه دستور زبانتان دوستان در واقع زمیر و مرجع او بود میخواییم که مرجع زمیر را در این متن مشخص کنید متن میگوید؟ معلم به مکتب آمد او برای آموزش شاگردان بسیار تلاش میکند میرویس و احمد و علیسینا سینا به معلم سلام کردند آنها در مکتب با تلاش و جدیت حاضر میشوند اسم من رامش است من سنف هشتم هستم پدرم صبح زود به کار میرود او برای خانوادهش بسیار زحمت میکشد دوستان این کار خانگی جلسه بعد شماست که میخواییم برای ما جواب دهید خب شاگردای عزیز سنف هشتم در پایان جلسه امروز رسیدیم در همین لحظه جلسه امروز خلاص شد کانال ارتباطی ما را فراموش نکنید خوشتان باشد حواستان باشد دوستان راه ارتباطی ما چی بود؟ دو نوستد و شست و چار هفتصد اشتاد سیزده آماده دریافت کار خانگی نظر پیشنهادات شما هستین کارهایتان را برای ما رو روان کنید و با نظر خود ما را خوشحال سازید تا پایان جلسه امروز و سان شما را به الله پاک مثل تا جلسه بعد و دیدار دیگر خداوندیار و نگهدارتان